درود بر شما. هفدهم تیر ماه 1401 خورشیدی و 8 ژوئیه 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر افشاگری اقتصادی و مفسدان و اینا نداریم. بحث مهم می‌داریم درباره طبقه متوسط در ایران. استادان دانشگاه، معلم‌ها، نویسنده‌ها، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، دانشجویان، کسبه خرد، چه سنتی چه مدرن و نقش کلیدی این طبقه در تحولات انقلابی ایران. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. مدام میشنویم تو کوچه خیابون از دوست و فامیل، نمیدونم تو شبکه‌های اجتماعی که اینا کی میرن. خیلی وقت این سوال و این جمله رو، این عبارت رو از هم دیگه میشنویم و میدانیم هممون که اینا نمیرن، اینا برده میشن و این برده شدن یک الزاماتی دارد در ایران. به طور مشخص داریم صحبت میکنیم که لااقل به طور کامل الان وجود نداره. خلأ آلترناتیو عملی، چرا هست؟ جمهوری اسلامی خوب میداند که حکومت برآمده از یک انقلاب دیگه، خوب میدونه که باید کجاها انگوش بذاره. من بخش کوچیکش فقط یادآوری میکنم. سرکوب شدید، سرکوب فاشیستی در واقع، کوچیک و بزرگ، شهر و روستا، هر جایی که صدای منتقد یا مخالفی بلند بشه، برای خفه کردن، بازداشت و زندانی کردن، زندانی های حکم های طولانی مدت زندان برای کسانی که احتمال این می رود که در محله یا در شهر یا حتی در سطح کشور ظرفیت رهبر شدن رو داشته باشن، رهبری مبارزات رو داشته باشن، می گیره اینا رو طولانی مدت می دهد زندان. هر گونه تشکلی رو که تشکل سیاسی رو سرکوب میکنه، مستقل منظورم تشکل سیاسی منتقد یا مخالف حکومت و متلاشی میکنه و حتی تشکل‌های صنفی رو اگر ببینید پایدار دارن میشن، یعنی دارن اعتماد لااقل پیرامون خودشونو در کارخونه، محله، نمیدونم اداره، هر جای وضعیت، معلم‌ها رو مثلا میبینین دیگه، به شدت سرکوب میکنه، تشکل شکل نگیره. این سرکوب فاشیستی همه اینا یه طرف، درسته، یک حلقه مفقوده اجتماعی در معمولا بحث هایی که در این زمینه میشه چرا آلترناتیو نداریم، چرا نه نمیرن، هست. این حلقه مفقوده طبقه متوسطه و نقش این طبقه در تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران. درک مفهوم طبقات اجتماعی در یک کشور اصولا چقدر اهمیت داره؟ بذاریم من خلاصه بحثی رو اول که محمد مالجو و کمال عطاری در مؤسسه پرسش در تهران داشتن عرض کنم خدمتتون. شیوه های زندگی طبقات گوناگون اجتماعی در اندازه و ترکیب سبد مصرفی، در الگوهای متنوع ازدواج و فراغت، وقت آزاد خیلی مهمه و دوستی و سرجم، در همه رفتارهای اجتماعی و اقتصادی سیاسی گوناگون طبقات مختلف در سطح خرد تجلی می‌یابد. شیوه زندگی آدم‌های مختلف بر حسب اینکه به کدام طبقه تعلق دارند با یکدیگر متفاوت است. آیا این طبقات دارای آن توان جمعی هم هستند که مهر منافع خودشان را بر تحولات کلان در جامعه بزنند؟ اگر از تحول در جامعه صحبت میکنیم باید بدونیم چه گروه‌های اجتماعی و چرا در این تحول نقش دارند، چه طبقات اجتماعی. اینا هم علم به ما یاد داده هم تجربه، نمیشه همینجوری بگیم چرا اینا نمیرن. یه آمار کوتاه خدمتتون عرض کنم. ترکیب جمعیت روستایی و شهری ایران از سال 57 تا امروز چه تغییراتی کرده؟ از حدود 47% روستایی و 53% شهری در
زمان انقلاب 57 الان رسیده به زیر 25% روستایی، نزدیک 80% شهری. حالا این شهری شدن یا به دلیل نابودی کشاورزی و یا به دلیل تبدیل روستاهای بالای 5000 نفر سکنه طبق قانونشون به شهر، که خیلی از ده‌ها رو اسمشو گذاشتن شهر، اسمشو عوض کردن، یا به هر دلیل دیگه‌ای، به هر حال این نتیجه چی شده؟ فقیرتر شدن شهرهاست، گسترش حاشیه نشینی است و بازتر شدن زخم عمیق فاصله طبقاتی که اساساً در شهرها خودشو نشون میده. البته طبق آمار حکومت در سال 95 آخرین آمارگیری که کردن، سرشماری که کردن، کمتر از 26% جمعیت ایران در روستا زندگی میکنن، یعنی از انقلاب 57 تا الان نصف جمعیت روستاها مهاجرت کردن به شهرها، یا عرض کردم روستاشون شده شهر، که خب این میدونید که تعداد کمتری رو در بر میگیره تا مهاجرت ها. الان 20 میلیون نفر از جمعیت ایران حاشیه نشینن. بیشک بخشی از این روستاییان رانده شده از خونه و زندگی و زمین و دام از دست داده، بخش مهمی از حاشیه نشین ها در طبقه متوسط هستند، اما یک بخش دیگر هم که بسیار مهمه و بخشش موضوع بحث امشب هم خواهد بود، طبقه متوسط فرودست که به حاشیه شهرها رانده شده. آماری رو داشتم امروز میدیدم که باز مرکز آمار ایران داده. میدونین معمولا توی شهرها هممون فرض کنید در مثلا خیابون مولوی زندگی میکردیم، در تهران دارم میگم که آشنا دارم، بعد مثلا یه مقدار مثلا 10 سال بعد خانوادمون اساس کشی میکردن، مثلا میرفتن فرض کنید نیرو هوایی، مثلا بعد اساس کشی میکردن مثلا میرفتن خیابون دولت، مثلا تو پاسداران امروز نیاوران، وضعشون هی بهتر میشد دیگه. این وضعیت آماری رو داشتم میدیدم که در سال 2 سال پیش 2020، یعنی این که 2 سال پیش دیگه، 45% از جامعه‌ای که جابجا شدن در تهران، 45%شون رفتن از جنوب شهر، از شمال و به اصطلاح وسط شهر رفتن جنوب شهر. یعنی برعکس این ماجرا، این درآمد طبقه متوسط برعکس شده. نمونهش همینه که خدمتتون عرض کردم. فرودستان جامعه که هر سال میلیونی به جمعیتشون اضافه میشه، در اعتراضات و شورش های مخصوصا سال 96-98 حضور تعیین کننده داشتن، که میدونیم دیگه. طبقه متوسط فرودست در بررسی های سیاسی و جامعه شناختی اعتراضات آبان 98 به ویژه جای مهم میداشت. دکتر آصف بیات یکی از کسایی بود که خیلی دقیق روی این موضوع کار کردیشون، جامعه شناس و نویسنده کتاب جنبش توحیدستان در ایران. یک کوچیکی خدمتتون عرض میکنم. میگوید اعضای این طبقه بسیاریشان تحصیل کرده و صاحب مدرک دانشگاهی هستند، شناخت نسبتاً بالایی از اوضاع دارند، از تکنولوژی و کارکرد شبکه‌های ارتباطی و اینترنت آگاهی بالایی دارند، دارای علایق و آرزوهای طبقه متوسط مرفه هستند، ولی همین افراد از لحاظ اقتصادی به بخشی از فرودستان پیوستند. بسیاریشان بیکارند و یا در مشاغل کم درآمد موقتی و با منزلت پایین تلاش می‌کنند که اغلب ارتباطی با تخصص تحصیلیشان ندارد. همین وضعیت اقتصادی این افراد را مجبور کرده که در محلات فقیرنشین و در مجتمع‌های حاشیه‌ای سرپناهی برای خود مهیا کنند. عضو این طبقه اغلب نسبتاً به وضعیت اطرافش خوب آگاه است، می‌داند چه چیزهای خوبی در کشورش وجود دارد: اتومبیل شخصی، منزل، مسافرت، توانایی تشکیل خانواده و غیره. و در این حال احساس می‌کند چقدر از این همه چیزهای خوب محروم است. او تجسم این تعارضات اجتماعی است و تبلور خشم اخلاقی.
از نظر سیاسی قابل توجه است که این فرد دنیای فقر و محرومیت و زندگی حاشیه‌ای و آرزوهای پایمال شده را به دنیای روشنفکری و دانشگاه و اینترنت و مصرف جهانی وصل می‌کند و همواره بین این دو جهان در جریان است. طبقه متوسط فروده است با این ویژگی‌ها به بازیگر مهم سیاسی تبدیل شده است که منحصر به ایران هم البته نیست، ولی در ایران کنترل سیاسی و فرهنگی، در واقع سیطره ایدئولوژیک حکومت، این طبقه را شاید بیشتر از جاهای دیگر از نظم سیاسی کشور بیگانه کرده است. موقعیت این طبقات فروده است در انقلاب 57 چگونه بود و امروز چگونه است؟ در خدمت آقای دکتر مهرداد درویش‌پور هستیم، استاد جامعه شناسی و در دانشگاه ملاردالن سوئد. این اسمای اسکاندیناوی شما آقای دکتر درویش‌پور اصلا قابل گفتن برای آدم های سادهی مثل من نیست. و جامعه شناسی که به هر حال برای شما بینندگان رسانه های ماهواره‌ای بسیار آشناست چهرش، و البته تحقیقات ایشون در حوزه زنان، نقش هژمونی در خانواده و در جامعه و در جامعه شناسی، کتاب هایی که منتشر کردن هم شاید خونده باشین. باری های درویش‌پور ایزو بدید اول درباره انقلاب 57 بپرسم. نقش طبقه متوسط در انقلاب 57 چه بود؟ حالا عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه، ما در یه رونق اقتصادی که با انقلاب سفید در واقع شاید آغاز شد و به شکل گیری یک طبقه متوسط مدرن شهری منجر شد، به خصوص با افزایش درآمدهای نفتی در و رونق اقتصادی تو اوایل دهه 50، در واقع شاهد یک طبقه قدرتمند متوسط مدرن شهری شدی که نقش و رنگ خودش رو بر ساختارهای جامعه گذاشت و به یک معنی ما فقط با شهری تر شدن بیشتر ایران روبرو نبودیم، بلکه با گسترش عناصری از زندگی مدرن روبرو نبودیم، بلکه شاهد آن بودیم که اگرچه خود حکومت پهلوی به عنوان مشوق یا معمار انقلاب سفید و مشوق یک نوع مدرنیسم آمرانه سعی میکرد توسعه خدمات، دولت، ارتش، بروکراسی و غیره رو یاری برسونه، اما در زمینه سیاسی حکومت پهلوی علاقه ای به مدرنیزاسیون سیاسی و از جمله فرآیندهای دموکراتیک نداشت. طبقه متوسطی مدرن شهری که شکل میگیره، به دانشگاه ها در واقع تحصیل میکنه در آنجا و با ارزش های مدرن هرچی بیشتر آشنا میشه، این طبقه برعکس، گرچه حضور، حیات و زائیده شدن خودشو مدیون حکومت پهلوی است، اما با یک خواستهای سیاسی دموکراتیک در واقع اگر بخوام نام ببرم همراه هست، با دیکتاتوری مخالفه و بنابراین نوعی توقع سیاسی پیش رو قرار، توقع سیاسی که اساساً به نوعی مخالفت با استبداد پهلوی بود. اما این طبقه متوسط اگرچه به خصوص در میان دانشجویان جناب فلاحتی بهتر میدونید در آن موقع مثل امروز نبود که هر خانواده ای حتی توی دستی هم بتونه بچهش رو به دانشگاه بفرسته و اصلا ترکیب طبقاتی دانشجویان امروز خیلی تغییر کرده. در اون دوران دانشجویان اساسا برخواسته از خانواده های طبقه متوسط جامعه بودند. بنابراین با توجه به سیاسی در محیط ایران هم همون دانشگاه ها بودن، به روشنی میشه اعتراضات دانشجویی رو مستقل از اینکه چه پرچم ایدئولوژیکی رو در دست میگیرن، یک نوع واکنش سیاسی طبقه متوسط دونست. در کنار اون روشنفکران نویسندگان بودن که در واقع اعتراضاتشون رو به استبداد سیاسی بیان میکردن. بنابراین طبقه متوسط مدرن شهری در انقلاب 57 نقش داشت و این نقش ناشی از واقعیت این بود که در کنار در واقع جنبه های اجتماعی توقع سیاسی هم داشت، خواستار مشارکت سیاسی بود. یعنی جان کلام حرفش این بود که نمیشه که نظام پهلوی مدرنیسم رو در جامعه توسعه بده و
طبقه متوسطی رشد پیدا کنه، آن موقع به اون طبقه متوسط بگیم در حوزه مشارکت سیاسی ممنوع و نمیتونی در واقع مشارکت داشته باشی. بنابراین حضور طبقه متوسط در انقلاب 57، حضور سیاسیش مثلا خواست مشارکت سیاسی بود، اما از اونجا که موقعیت هژمونیکی در کل جامعه نداشت، چه بازار، چه تهیدستان شهری، چه روحانیت در واقع نقش هژمونیک داشتن و قدرتمندتری داشتن. اشاره به جایی که شما تو صحبتاتون راجع به رابطه روستا و شهر و مهاجرت ها کردین، یکی از تحقیقات جدی کرده در مورد سالهای دهه 50 نشان میده حتی در آن دورم که مهاجرت از روستاها به شهرها صورت می گرفت، اینطوری نبود که در شهرها در واقع این بافت مهاجر روستایی اشتغال با روبرو بشه، بلکه به هاشنشینان شهری روبرو تبدیل می شدن و به یک معنی محیط های شهری رو روستایی می کردن، چیزی که جزوی از پایگاه های انقلاب اسلامی ایران در آمدن، همین هاشنشینان شهری، بازار، روحانیت و این ترکیب به دست بالاتری رو داشت نسبت به طبقه متوسط مدرن شهری. بنابراین نقشش در انقلاب ایران طبقه متوسط برجسته بود اما هژمونیک نبود و به همین دلیل در واقع با پیروزی انقلاب اولین گروهی که بیشترین صدمه رو خورد طبقه متوسط مدرن شهری ایران بود، اتفاقا با سرکوب سیاسی که حکومت جمهوری اسلامی کرد، با در واقع بی‌ثباتی که در جامعه در اوایل بعد از انقلاب ایجاد شد، جنگ 8 ساله هم که اصلا به اگر نگم به نابودی این طبقه متوسط منجر شد، در واقع به شدت به اون لطمه زد و حضور فعال طبقه متوسط گرچه هنوز بعد از انقلاب هم مقاومتش در برابر حکومت اسلامی هم جریان داشت، اما اون حضور قدرتمندی رو نداشت که در واقع بتونه نقش تعیین کننده ای داشته باشه حتی در به عقب راندن اقتدار حکومت سیاسی جدیدی که شکل گرفت. ببینید، حالا اینا زمینه اقتصادی بسیار روشنی دارد که در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت. من در ادامه همین صحبت میخوام یه سوال دیگه ازتون بکنم که مدیر مسئول روزنامه رسانه کارخانه دار که رسانه کارفرمایان نیروان در حوزه صنعت است نوشته نقش طبقه متوسط صرفاً در وقوع انقلاب ها خلاصه نمی شود، بلکه موجودیت و شیوه عمل آن می تواند باعث حفظ ثبات در درون سیستم های سیاسی هم بشود و یا از وقوع تحولات خشونتبار پیشگیری کند. یک فرضیه این است که اگر محمد رضا شاه پهلوی فضایی برای مشارکت و عرض اندام طبقه متوسط که خود در بزرگ شدن این طبقه مؤثر بود باز می کرد، شاید جامعه ایران درگیر انقلاب تمام عیار نمی شد و با هزینه کمتری اصلاحات و انتظارات مورد نظر این طبقه تأمین می شد. نظرتون چیه با این فرضی موافق این آقای درویش؟ من با این تحلیل موافقم، برای اینکه همونطور که شما در همین نقل قول به درستی اشاره کردید، ببینید در جوامعی که فضا قطبی تر میشه، هرچی فضا قطبی تر بشه بخت دموکراسی کمتر میشه، چون دموکراسی فقط وجود تنوع و تنوع آرا و عقیده و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و اینا که نیست. دموکراسی نیازمند وجود هم رقابت سیاسی آزاده، هم توافق و نوعی تساهل و نوعی کمپرومایز، و این طبقه متوسط اتفاقا در این زمینه بیشترین ادای نقش رو میتونست داشته باشه و کلن به یک معنی داره به عنوان طبقه میانی جامعه. اما وقتی هرچی شکاف ها در حوزه اقتصادی اگر گسترش پیدا کنه، شکاف های سیاسی بیشتر بشه و نوعی قطبندی ها شدت پیدا بکنه، نوعی تنفر، انزجار، آشتی ناپذیری جایگزین میل به اصطلاح تساهل، اصلاحات، کمپرومایز و غیره رو میده. بنابراین در حالی که تلاش طبقه متوسط برای مشارکت سیاسی از نوع نامنگاری های دکتر سید جوادی گرفته، شبهای گوته گرفته و تمام موارد دیگری که میدانیم، اینا کاملا مسالمت آمیز بود و حتی انقلابی نبود، اما با عدم این پاسخگویی و انکارش، تحقیرش توسط نظام پهلوی عملا فضا پولاریزه میشه و هرچی فضا
پولاریزه و رادیکالیزه تر بشه، بخت دموکراسی میتونه کمتر بشه و نقش طبقه متوسط هم میتونه به یک معنی کمرنگتر بشه. و بگیم این تحلیل بسیار دقیق هستش و در واقع اون پولاریزاسیون سیاسی امکان حضور هژمونی که طبقه متوسط رو در جامعه اگر نگیم از بین برد به شدت تضعیف. بسیار ممنونم ازتون. خب در خدمت آقای دکتر حسن منصور هستیم، استاد اقتصاد در مدرسه عالی اقتصاد بازرگانی آمریکایی پاریس. آقای دکتر خوش آمدید به امشب صفحه آخر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، باز مزاحمتون میشیم امشب. آقای دکتر، بسیاری بر این باورند که رشد ناموزون در ایران قبل از انقلاب، که حالا اصلا بحث این که توسعه بود یا رشد بود، بحث تخصصیشو بذاریم کنار، این رشد ناموزون مشخصا در دهه 40 و 50، یعنی عقب ماندگی ساخت سیاسی در ایران از ساختار اقتصادی، اشاره‌ای به نوعی آقای درویش پور هم کردن، به دلیل صنعتی شدن ساختار اقتصادی از یه طرف و فقدان توسعه سیاسی در شکل آزادی احزاب، رعایت و حقوق بشر به طور کلی و غیره. این زمینه انقلاب 57 شد. امروز آقای دکتر این تناسب چگونه است؟ آیا شاهد رشد موزون در ایران هستیم بعد از 43 سال؟ بله. با عرض سلام خدمت شما جناب آقای درویش پور گرامی و بینندگان ارجمند. ببینید، مقوله رشد متوازن موزون در واقع یک مقوله است که در اقتصادهای غربی مطرح شده، در ایران باید نوع دیگری اون رو دید. در جریان رشد معمولا این توازن به هم میخوره، یعنی پروسه رشد پروسه است که پولاریزه میکنه، قطبی میکنه. در ایران مدلی که برای رشد انتخاب شد بعد از مطالعات کارشناسان نظام در حدود 2-3 سالی مثلا روی برنامه ششم کار کردن، مطالعه کردن، به این نتیجه رسیدن که باید قطبهای صنعتی پدید بیارن، یعنی رشد در تمامی نقاط کشور به یک سطح انجام نگیره بلکه در قطبهای انجام بگیره و از اونجا منتشر بشود به بقیه اقتصاد، که در اقتصاد مدلی داره برای این کار. به این ترتیب با این فلسفه بود که شروع کردن و اتفاقا تا اواخر دهه 40 هم موفق بود قضیه. با وارد شدن درآمد نفتی این قضیه به هم خورد. این یک مسئله اساسی است. مسئله دومی که شما اشاره فرمودید، مقوله رشد و توسعه را بزنید کنار، من در اینجا به ناگزیر نکته را عرض بکنم و اون است که در ادامه روند رشد معمولا تحول‌های کیفی در جامعه پدید میاد و این تحول‌های کیفی با نرم‌های جامعه، با سنت‌های جامعه در تعارض قرار می‌گیره. یعنی مثلا شکل خانواده که دکتر درویش پور عزیز اشاره کردن که طبقه متوسط مدرن پدید اومد، طبقه متوسط مدرن یعنی چه؟ یعنی از یک خانواده گسترده‌ای که 3 نسل با هم زندگی می‌کردند، خانواده شوهر همسری با 1 یا 2 فرزند پدید میاد مستقل. اینا هم زن کار داره هم شوهر شغل داره، هر دو رانندگی میرن سر کارشون. این خانواده داره، این خانواده هسته‌ای، خانواده هسته‌ای با سنت گسترده و ریشه‌دار جامعه در تعارض قرار میگیره، برای اینکه به دنبال این برابری حقوق زن و مرد مطرح میشه، مسئله حضانت مطرح میشه، مسئله حق ازدواج و طلاق، انتخاب همسر مطرح میشه و این با سنت ها در تعارض قرار میگیره. فقط یک جنبه را اشاره میکنم. اینجاست که نیروهای پسافتاده سنتی میتوانند سوار این نارضایی به حق مردم بشوند و از این استفاده کنند برای رسیدن به هدفهای خود. در ایران این در جوامع دیگر هم انجام گرفته، بعضی جاها موفق شده بعضی جاها نشده. در ایران یک نیروی ارتجایی و عقب مانده سنتی سوار این نارضایی ها شد و تمامی پروسه توسعه جامعه ایران رو با انگ فساد و فحشا سرکوب کرد و نیروهای خود رو بسیج کرد. نکته ای که دکتر درویش پور عزیز اشاره کردند نکته بسیار موجهی است، اینکه بر اصل اصلاحات ارضی
نیروهای روستایی از زمین کنده شدند و 4 میلیون نفر حاشیه نشین در پیرامون تهران پدید آمد، بی آنکه نهادهای لازم برای اینا جذب اینها تأسیس شده باشه، اینها در اونجا یا در چنگال فیلم فارسی در اون سینمای پنجزاری اسیر شدن و یا اسیر منبر شدن، در نتیجه نیروهای انقلاب رو پدید آوردن. در نتیجه مقوله رشد موزون رو باید این چنین دید. و این نکته دیگرم اضافه کنم ازم و دریم در مورد این سوال به پایان برسونم، به اون اینکه طبقه متوسط باز در مدل غربی حامل دموکراسی است و فونکسیون های بسیار زیادی داره، یعنی بافت همبند لایه های پایین با لایه های بالاست و توجیه کنندگان نرم های جامعه بالا برای کل جامعه است، از این نظر ثبات آفرینه. در سیاست خارجه هم اثر میگذاره، برای اینکه با وجود طبقه متوسط تعیین سیاست خارجی در دست نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی قرار نمیگیره، بلکه مصالح اجتماعی اقتصادی وارد قضیه میشه. ولی در مورد ایران این طبقات متوسط لزوما حامل دموکراسی نبودند. شما به تشکل‌های سیاسی موجود در آغاز انقلاب توجه کنید، حتی یک حزب لیبرال وجود نداشت، احزاب یا سازمان های چریکی بودند یا اسلامی یا مارکسیستی، در نتیجه اینا خواستار دموکراسی نبودند. به این ترتیب مشارکت سیاسی با این ایدئولوژی ها هم غیر ممکن بود. اگر یک حزب لیبرال پا به میان میگذاشت و خواستار مشارکت میشد، قدر مسلم در مراحلی از همین حکومت سابق نظام پهلوی موقعیتی برای مشارکتش وجود میداشت. سپاسگزارم. آقای دکتر درویش‌پور، حالا بحث دموکراسی خواهی طبقه متوسط در عرصه جهانی شد و در ایران مشخصات شد، از آقای دکتر منصور شنیدیم. نظر شما درباره پیوند خاص دموکراسی با طبقه متوسط چیه؟ طبقه متوسط، البته طبقه متوسط مدرن و طبقه متوسط سنتی، هر دو رو داریم. بفرمایید. من ضمن تایید بسیار از نکاتی که دکتر منصور اشاره کردن، فقط یه نکته بگم در مورد این که درسته که گرایش به دموکراسی یا حزب لیبرال اصلا تو کشوری که با اون سابقه استبدادی دیرینه وجود داشت چندان میدان پیدا نکرد، وضعیت ایدئولوژیک اون گفتمان انقلابی، نقش شوروی، قدرتمندی هم گفتمان های اسلامی و کمونیستی، خود اینا هم مانه هایی در این راه بودن. اما فراموش نکنیم در حتی همون موقع هم مثلا فرض کنید مهندس بازرگانی بود که مثلا با موقعی که به زندان مینداختن گفت من آخرین نسلی هستم که به زبان اصلاحات سخن میگن، نسل بعد از ما در واقع زبان دیگری رو اتخاذ خواهد کرد و در واقع شاید اون مسدود شدن انسداد سیاسی در تمرنگ کردن یا بیرنگ کردن گفتمان هایی که اگر نگیم هم لیبرال بود ولی تمایلات اصلاح طلبانه و لیبرالی داشتن و جبهه ملی در گروه های مشابه کم اهمیت نبود. اما اگر برگردیم به پرسش شما در مورد طبقه متوسط، اولا بگم رابطه طبقه متوسط، ما بیشتر طبقه متوسط مدرن شهری تأکید خاصی من دارم، چون فکر میکنم اون نکته ای که جناب دکتر منصور هم اشاره کردن نکته مهمیه. گروه های سنتی جامعه، حالا واپسگرا که دیگه بدتر، نابودی خودشونو با دموکراسی ممکنه تطبیق بدن، ولی نیروهای پیشرو یا آوانگارد یا چی میگن نیروی محرک دموکراسی نیستن. بازار نیروی محرک دموکراسی نمیتونه باشه. بازار سنتی منظورم در جامعه نزدیک ایران نبوده، بلکه حد اکثر میتونست اگر مانعی هم نباشه به صلاح خودش رو همراه بکنه. این اساسا طبقه متوسط مدرن شهریه که سکولار شده است، تحصیل کرده است، با ارزش‌های جامعه مدرن سر و کار داره، اصلا
از زائیده اونه. بنابراین دموکراسی به عنوان یک مفهوم مدرن نزدیکترین سنخیت رو با طبقه متوسط مدرن شهری داره. اما اضافه کنم اینطوری نیست که فقط طبقه متوسط مدرن شهری تنها پرسم داره به سر دموکراسی باشه. واقعیت اینه که در بسیاری از کشورهای دنیا حتی طبقه کارگر از طریق اتحادیه‌های کارگری، احزاب سوسیال دموکراتیک، از طریق تشکل‌هایشون و مبارزاتشون در دموکراتیزه کردن فرآیندهای سیاسی نقش داشتن. جنبش زنان هم همینطور و همشون هم زنان طبقه متوسط نبودن، بخشی هم زنان کارگر. بنابراین دموکراسی در انحصار طبقه متوسط نیست که به عنوان تنها نیروی طرفدار اون باشه، گروه های اتنیکی هم میتونن ایفای نقش بکنن. اما یه واقعیته که در میان مجموعه گروه های موجود اجتماعی، طبقه متوسط مدرن شهری هم بیشترین ذی‌نفع بودن رو از دموکراسی داره، هم بیشترین زمینه های فرهنگی. چون دموکراسی فقط یک سیستم سیاسی نیست، ارزش نگاه فرهنگ به دلیل بیشترین نماسش با عناصر فرهنگی مدرن. و با توجه به اینکه آنچه که به نام هومن کپیتال در واقع نام گذاری میشه، سرمایه انسانی، یا دقیق‌تر بگم کالچرال کپیتال یا سرمایه فرهنگی، طبقه متوسط بیشترین سرمایه فرهنگی رو ازش برخورداره. بنابراین نقش اونها در دموکراسی خواهی بسیار برجسته است. اجازه بدید از همینجا یک نقبی بذارم به اتفاقا شکستی که طبقه متوسط در انقلاب ایران خورد. درسته ایستادگی کرد در برابر بنیادگرای اسلامی، مثلا مقاومتی که صورت گرفت بعد از انقلاب، عمدتا طبقه متوسط نقش بسیار مهمی در این مقاومت داشت در برابر حکومت اسلامی که شکست خورد. اما بعد از جنگ ما وارد این دوره رونق اقتصادی مجدد شدیم، دوره سازندگی به اصطلاح، آقای رفسنجانی با توسعه اقتصادی نسبی نه نسبت به گذشته، نسبت اوایل انقلاب و جنگ، یه دوره رونق اقتصادی پیدا میکنه. مجددا یک طبقه متوسطی در واقع گسترش پیدا میکنه در اون دوره به اصطلاح سازندگی. استبداد سیاسی است اما یک توسعه اقتصادی نسبی است. اگر بخوام جنبش اصلاحات رو من توضیح بدم، بیشتر از اون که به دعوا و توطئه های دو جناح مختلف بخوام نسبت بدم، خود این واکنش طبقه متوسط جامعه بود که سعی کرد این بار با شعار اصلاحات در واقع به فرایند دموکراتیزاسیون سیاسی روی بیاره، ولی انسداد سیاسی که بنیادگرایی اسلامی به مراتب خشنتر از دوران پهلوی در برخورد به طبقه متوسط انجام داد، سپس سرکوب قاطع جنبش سبز در انتهای دوره اصلاحات در واقع سعی کرد یک بار دیگر جنبش طبقه متوسط رو به عقب برانه. و در پی آن بود که ما دیدیم هم در حوزه اقتصادی با گسترش شکاف‌های اقتصادی طبقه متوسط تضعیف شد، و در هم حوزه سیاسی زبان تعامل، تساهل و دموکراتیک طبقه متوسط کمرنگتر شد، جامعه زبانش رادیکالتر شد و حتی طبقه متوسط هم متقاعد شد، بخشای مهمیش اگر نگیم همه، متقاعد شد که در چارچوب این حکومت هیچ بختی برای در واقع دموکراسی وجود نداره. و بنابراین ساختار شکنی نه فقط در میان تهیدستان جامعه بلکه در طبقه متوسط هم به حد قابل توجهی رشد کرد. ممنونم آقای دکتر درویش پور. نقطه بذارین بعضی جاها که ما بتونیم ازتون سوال کنیم. شما همش کاما میذارین، ویرگول میذارین، میرین جلو، منم نمیخوام بیام تو حرفتون. ببینین من خطاب به بیننده های عزیز عرض بکنم که چرا این بحث رو ما داریم میکنیم. یه جمله میخونم بعد میرم خدمت آقای دکتر منصور. نام نیوز نوشته است: در صورتی که فشارهای موجود برای حذف طبقه متوسط تداوم داشته باشد، دیوار فرهنگی ریشه‌داری که طی سالها میان طبقات مسلط جامعه و اقشار محروم جامعه ایجاد شده بود فرو خواهد ریخت. در این هنگامه است که باید منتظر حوادث تلخی در جامعه باشیم که خسارات برآمده از آن متوجه همه ایرانیان خواهد شد. آقای دکتر منصور عزیز، باز در همین نوشته ها به طور پراکنده نگاه میکردم، دیدم اهل فکر و دقت در جامعه شناسی و اقتصاد در ایران تقریبا
هم نظرند که تضعیف عمدی و برنامه ریزی شده طبقه متوسط به دست حکومت بعد از انقلاب صورت گرفته. از منظر اقتصادی این تضعیف عامدانه چگونه انجام شده؟ اجازه بدین دو مقوله رو هم تفکیک کنم جناب بلاتی گرامی. ببینید در همین غرب در درون مکانیزم جامعه پیشرفته سرمایه داری سازوکارهایی وجود داره که طبقه متوسط رو تضعیف میکنه، دستش رو میبنده، راه برای انحصار گشوده میشه، در نتیجه اختیارات از دست طبقه متوسط بیرون میره. این یه پروسه خیلی شناخته شده است و در نتیجه مثلا نظریه پرداز بزرگ مثل شومپیتر از میان برخواستن لایه های محافظ سرمایه داری سخن میگه، یعنی با از میان رفتن این پله های وسطی دیگه رابطه بین پله های پایین و بالا بریده میشه، جامعه در معرض متلاشی شدن قرار میگیره. در نتیجه این اندازش امر کلاسیکه. راه چاره هم وجود داره چه کار بکنیم یا جامعه مدنی نقشش چیست که نگذاره این طبقه متوسط به تحلیل بره. این مال جوامع غربی است، این مال جوامع پیشرفته است، جوامعی است که انقلاب نکردند، انقلاب های توتالیتر نکردند. در انقلاب هایی که با اعتقاد، نمیخوام بگم ایدئولوژی، با اعتقاد، با عقیده میان جلو، در اینجا یه پدیده جدیدی زاده میشه که اگر این رو نبینیم بسیاری از پدیده ها رو نمیتونیم توضیح بدیم، و اون این که یک دنیای ذهنی و مطلوب در نزد رهبران انقلاب وجود داره و یک دنیای واقعی و نامطلوب در بیرون وجود داره. از نظر رهبران انقلاب این دنیای ذهنی باید فائق بشود و دنیای واقعا موجود رو دگرگون کنه. تا جایی که دستش میرسه این رو سرکوب میکنه، تا جایی که دستش میرسه جلوی تشکل دنیای واقعی رو میگیره. در برابر سندیکاها، در برابر اتحادیه ها، سندیکاها و اتحادیه های زرد یعنی خودی پدید میاره و سعی میکنه اونا رو ستون پنجم خودش بکنه. اما از طرف دیگر معتقد است که این نرمها، هنجارهایی که خودش دارد باید در جامعه متمرکز بشن و جا بگیرن. تا جایی که امکان داره از طریق زور و ضرب و فریب و دروغ و ارتشاء میخواد این رو جاگیر بکنه، اگر نه به دروغ متوسل می شود و می گوید که چنین شده است. این نمونه از دنیای غیر ایران هست کنم براتون. در تاریخ اتحاد شوروی ما اینو می بینیم، وقتی استالین می گوید که بیکاری بیماری جامعه سرمایه داری است، معنیش چیه؟ معنیش اینه که بیکاری در سوسیالیزمی که ما درست کرده ایم نمی تونه وجود داشته باشه. وقتی استالین این فرمایش رو می کند، حزب کمونیست در تمام کشور حقوق بیکاری بیکاران رو قطع می کنه، برای اینکه اگر حقوق بپردازه اعترافی است به اینکه بیکار وجود داره، برای اینکه بگوید بس وجود ندارد حقوق بیکاران رو قطع می کنه. و طبق گزارش خانم آرانت که از اسناد موجود اتحاد شوروی اینا رو نقل می کند، از سالهای بعدی بیکاران رو اعدام می کنند برای اینکه بیکار وجود نداشته باشه تا فرمان استالین نقض پیدا نکنه. شما این مقوله رو در مسائل جمهوری اسلامی ببینید. ببینید جمهوری اسلامی معتقد است که بانکداری ربوی است و ربا یکی از حرام در این حرام های اسلام، پس بانک ربایی نباید وجود داشته باشه. نظام بانکی کشور به صورت بسیار خطرناکی دژنره می شود، عقود فقهی مضاربه، مساقات، مشارکت، بیع العینه وارد نظام بانکی می شود که نظام بانکی رو به فساد مطلق می کشونه. ولی بعد از این همه سال ورشکستگی نظام بانکی هنوز نظام نمیپذیرد که
بانکداری بدون ربا وجود ندارد. عملا بهره 30% 22% دریافت می کند، ولی اعتراف نمی کند که بانکداری بدون بهره وجود نداره. همین مسئله رو در مقوله حجاب ببینید. معتقد است که زن باید محجبه باشه یا زن محجبه شده است، اینو تبدیل میکنه نرم و بعد دنبالش سرکوب. کوتاه کنم سخن رو، شما لازم نیست که راه دور بریم، همین به بیانات یک هفته پیش تمام مسئولان دقت بفرمایید. مسئولان چون در دنیای حقیقت مطلبی نمیبینند که اعتقاد خودشون رو تنفیذ کنه، درست بودنش ثابت کنه، مجبور میشن دروغ بسازن. رئیس جمهور دروغ میگه، مدام دروغ میگه، معاون اقتصادیش دروغ میگه، میگه که این تورم از 10 سال پیش از انقلاب با ما بوده، در حالی که تمام آمار دست ماست چنین چیزی وجود نداشته. از اعتبار بین المللی نظام مدام گزافه و دروغ و لاف میگویند، برای اینکه به اعتباری که وجود نداره. در نتیجه ما با دو تا دنیایی که به موازات هم حضور دارند صحبت سر و کار داریم. یکی دنیای ذهنی است که وجود نداره در بیرون، یکی دنیای واقعی است که از قواعد قوانین موجود جهان واقعی پیروی میکنه. اینا رو در تعارضن. آخرین جمله این که بله، این دنیای ذهنی در صدد سرکوب و از میان بردن این دنیای واقعی طبقات متوسطه، منتها طبقه متوسط رو نمیخواد به طور کلی از میان برداره، بلکه طبقه متوسطی که دکتر دربیشپور گفتن طبقه متوسط مدرن، میخواد اون رو از میان ببره. حالا مکانیزمی که چگونه از میان میبره خدمتتون فقط عرض کنم، کوتاه کنم قضیه رو، برای اینکه نگرانم که در این وقت کم عرض کنم. بفرمایید. مکانیزمش سوال مکانیزمش ببینید بود. بله، در دولت یک ساله مهندس بازرگان قیمتا شد 1.17%، یعنی 17% گرون شد. در دولت دو ساله بنی صدر قیمتا شد 1.5 برابر نسبت به دوران بازرگان. در دولت رجایی در 8 سال قیمتا شد تقریبا 4 برابر 3.87 برابر. در دولت های آقای رفسنجانی قیمت ها شد تقریبا 6 برابر. من ارقام رقیم و درصد ها رو چاپ کردم، اینجا رون میکنم ارقام رو. در دولت محمد خاتمی در 8 سال قیمت ها شد 3 برابر. در دوره حسن روحانی شد 4.5 برابر. در دوره ابراهیم رئیسی فقط در 3 ماه شد 1.35 برابر. در مجموع طول عمر جمهوری اسلامی قیمت ها شد 4228 برابر. خب اینو داشته باشید، 4000 برابر بگیریم رون، 4000 برابر شد قیمت ها. زمانی که من دانشجو بودم حقوقی که من مطالعه کردم در پیرامون تهران، حقوق کارگر بود 2000 تا 2500 تومان. شما 2000 رو بگیرید، اگر 2000 رو ضرب کنید به 4200 امروز میشه 8.5 میلیون. حقوق اون کارگر ساده امروز باید 8.5 میلیون تومان باشه، در حالی که حقوق بعد از افزایش 50% امسال شده 6.600. اینطوری میشود که قیمتا سریعتر افزایش میکنند، درآمدها کمتر از اون افزایش پیدا میکنند، در نتیجه گروهی میروند به زیر خط فقر و گروهی از لایه های بالاتر به لایه های پایین‌تر صعود میکنند. شما این قضیه رو به طور مدام میبینید در آمار جمهوری اسلامی، ملاحظه بفرمایید. سپاسگزارم. آقای درویشپور، این بحثی که به ویژه جامعه شناس ها در ایران میکنند که به طور عمدی حکومت برای جلوگیری از در واقع به قول خودشون زیاده خواهی طبقه متوسط مدرن، این طبقه را عمدن از بین برده از دهه اول انقلاب تا حالا، اینو چگونه میبینید؟ درست به همین دلیل عرض میکنم. بله، ببینید بحثش که چون منصورم اشاره کردن
شاید خیلی هم عمدی نباشه، محصول در واقع یک موزل ساختاری است و اونم اینه که جمهوری اسلامی ایران نمیتونه اون توطئه اقتصادی پایدار رو داشته باشه و گسترش بحران‌های اقتصادی، تحریم اقتصادی بین المللی و نظام اولیگارشی مالی فاسد حاکم بر اقتصاد جامعه ایران مانع از یک توسعه پویا شده. بنابراین خود این به گسترش شکاف‌های طبقاتی و در نتیجه پولاریزه شدن طبقه متوسط و تضعیف اون یاری رسیده. بنابراین وقتیش الزاماً عمدی نیست، بلکه محصول ناتوانی این حکومت در واقع در رسیدن به یک اقتصاد در واقع سالم و پویاست. اما بخشش همونطور که شما اشاره کردید عمدی است و این عمدی رو که از طریق درهم شکستن تشکل‌های مدنی، نوع نحوه برخوردش به مخالفت‌ها و اعتراضات شاهدش هستیم، نحوه برخوردش حتی به جنبش اصلاحات شاهدش هستیم، به سرکوب جنبش سبز تا به امروز تمام چیزهایی که نمونه‌های مختلفی که دیدیم، دستگیری فعالان مدنی، نویسندگان، روشنفکران، یه دوره ترور، یه دوره سرکوب و زندان شکنجه و یه بخش قابل توجهی از این هم در واقع حتی الیت طبقه متوسط رو جمهوری اسلامی ایران عامدانه به خارج از کشور راند. یعنی بخش از این مهاجرت گسترده‌ای که صورت گرفته در واقع هر چه حلقه رو تنگ‌تر حکومت می‌کنه، راهی جز گریز برای بخش قابل توجهی از جامعه به ویژه طبقه متوسط، به ویژه نخبگان فکری و فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادی جامعه باقی نمانده. بنابراین خود این مهاجرت ها بخشی از اون مکانیزم های هم اجباری و هم به صلاح اختیاری است که تو عامدانه است صورت بده. من یک کوتاه بخوام بگم فقط جان کلام این هست، دورش هایی که یا خیزش هایی که از فعالان مدنی، سیاسی یا الیت جامعه در اونها حضور قدرتمند نداشته باشه، حکومت احساس میکنه اونها رو بهتر میتونه مهار یا سرکوب بکنه تا آنکه طبقه متوسط شهری قدرتمندی وجود داشته باشه که میتونه در امر آگاهی بخشی، سمدهی، هدایت و اعتراضات نقش بسیار موثری داشته باشه. نحوه برخورد به فعالان کمپین 1,000,000 امضا یکی از نمونه‌های کوچکی است از اینکه چگونه سعی کرده همه رو به بیرون برونه. بسیاری از هنرمندان، روشنفکران رو در واقع این مدلی است که یا با از طریق سرکوب یا از راندنشون به خارج از کشور یا از طریق تضعیف عمدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سعی کرده که امکان اینکه یک چالش دموکراتیک بخت پیروزی در ایران رو داشته باشه اون رو کم رنگ‌تر بکنه. چون فکر می‌کنم اینطوری میپنداره، درست یا غلط که میشه شورش‌ها یا خیزش‌ها یا اعتراضات اقتصادی محدود بدون یک کیفیت الیت رهبری رو راحت‌تر مهار کرد و اونها میتونن در واقع اون رو به سمت یک حرکت پیروزمند سوق بدن. آقای دکتر منصور، من یک پرسش کوتاهی دارم ازتون که بعد برگردیم دوباره روی این بحث جامعه شناسی اقتصادی. در واقع ببینید، فاصله سال 88 تا 96 8 ساله و بعد میاد تا سال 98 دوباره میشه 10 سال از سال 98. تو این 7-8-10 ساله آیا سرعت ریزش طبقه متوسط در واقع به طبقات فروده است تبدیل شدنشون، سرعت فقیرتر شدن جامعه و عمیق‌تر شدن و گسترده شدن این شکاف فقر و غنا به اصطلاح در جامعه واقعا اینقدر سریع بوده که ما در سال 88 در واقع تو خیابونا لایه‌های وسیع از طبقه متوسط رو می‌بینیم، ولی سال 96 اینطور نیست. جنبش فرودستانه و که بیان خشم حتی فرودستان در خیابان هاست و از آن 98 هم مشخص تر. آیا اینقدر سریع این فروریزی طبقه متوسط به لحاظ اقتصادی منظورم و منزلت اجتماعی انجام شد؟ بله، ببینید جنبش طبقه متوسط در 88 جنبش سیاسیش سرکوب شد. به دنبال این که وقتی از شکست جنبش سیاسیش نظام اطمینان نسبی پیدا کرد،
به سرکوب اقتصادیش پرداخت. سرکوب اقتصادی اهرم‌های خودش رو داره. مثلا یکی از اینا بورس بود. در بورس کسان بسیار زیادی رو داراییشون رو از دستشون در بردند، مکیدند و به فقر و فاقه روندند و این عمدی بود. تمام اعترافهایی که بعد از اون انجام گرفته و اطلاعاتی که از بورس داریم، عملا بورس به معنی کازینویی که در اونجا افراد از اونچ که در درون میگذرد مطلع بودند و در نتیجه سهام رو با قیمتگذاری های مصنوعی به رقم ده ها و ده ها هزار میلیارد تومان مردم رو از دارایی تهی کردن. دوم، نرخ تورم افزایش پیدا کرد. ببینید تورم موتوری است که مثل بلای آسمانی نازل نمیشه. تورم موتوری است که از طریق بانک مرکزی و نظام بانکی آرز می شود. درجه بلای آسمانی نیست. پشتش مکانیزمی وجود داره که وقتی رها بشود خود به خود می شود، ولی عمدی است. این مکانیزم عمدی است به کار افتادنش. حالا چرا به عمد به کار می افته؟ یک نقل قولی را بکنم براتون از لنین که بعد از اون جان مینارد کینز اینو تکرار کرد، از این نظر به نام هر دو گفته می شود. او گفت که برای نابود کردن یک جامعه کافیست پول جامعه رو به هرزگی بکشانید. یعنی وقتی که در شرایط لنین، وقتی که کسان خیلی زیادی میلیون ها روبل پول رفتن قایم کردن، تو نمیتونی این پولای قایم شده رو پیدا کنی. اما اگر اون پول رو بی اعتبار کنی که تبدیل بشه بعد به کاغذی که میتونی در تنور بریزی باش نون بپزی، در این صورت اون ثروت ها از بین رفته است. نظام جمهوری اسلامی عملا و عمدن رو به تورم آورد. چرا؟ ببینید اگر این دلایل رو به صورت بلوری نبینیم، در تبیین قضیه دچار اشکال خواهیم شد. با تورمی که امروز وجود داره، یعنی 40 چند درصد تا 50 درصد در کالاهای اساسی تا 80 درصد، خب این تورم چه کار میکند؟ این تورم از یک سو حدود 4 کتریلیون تومان، یعنی 4 میلیون میلیارد پسنداز مردم که در بانک ها هستن، سالانه 1/4 اونها رو از بین میبره. یعنی ثروت های مردم آب بشه. از سوی دیگر بدهی های دولت، بدهی هایی که دولت بالا آورده و امروز بدهی های ناخالصش به حدود 1 کتریلیون و 800 تریلیون تومان سر میزند، تورم 40-50 درصدی سالانه 40-50 درصد این بدهی رو آب میکند. در نتیجه دولت درآمدی که از رهگذر تورم به دست می آورد بیشتر از درآمد بودجه‌ای دولت است سالانه. آیا انتظار داریم که دولت این مکانیزم رو رها بکنه؟ نه. خب این پرسش رو عذر میخوام آخرین جمله باش. این پرسش رو اگر اقتصاددان نتونه توضیح بده که چرا جلوی تورم رو نمیشود گرفت و من بارها گفتم که نمیتوانند بگیرند، چرا نمیشه گرفت؟ برای اینکه شما برنامه هایی که خودتون 4-5 فقره اجرا کردید، برنامه بسیار ارزنده، این نظام بانکی که وثیقه های قلابی رو میپذیره، در برابرش پول صادر میکنه، پول متورم میکنه، چرا این کار میکنند؟ برای اینکه اونایی که این وثیقه های قلابی رو میارن به بانک ها میندازند، اینا صاحب نفوذن و رئیس بانک مرکزی نمیتواند بگوید نه. یعنی اگر فلان شرکت پولاد مبارکه یه چک مثلا 300 میلیارد تومانی 3000 میلیارد تومانی بنویسد به بانک بفرسته پول نداشته باشه، بانک مرکزی پاش میلرزه بهش بگه که این چک رو نکول کنید، رد کنید، میگه اعتبار بذارید پول رو بپردازید. در نتیجه این چنین میشود که تمامی این پولخاران، زمینخاران، معدنخاران در همسازی با مسئولان فاسد بانکی و مسئولان فاسد قوه قضاییه تمام این ثروت رو از جیب و
حلقوم مردم میکشن بیرون. به این ترتیب این قابل توقف نیست و این دلیل عمده است که تورم متوقف نمیشه و همین مسئله پدیده رو به وجود میاره که من در مقاله جداگانه نوشتم مهندسی فقر، یعنی فقر در ایران مهندسی میشود. در نتیجه کسانی که پیش از انقلاب جزو فقرای جامعه تلقی می شدن به استثنای رده های بالای روحانیت، امروز اکثریت مطلقی که به حکومت وابسته هستند میلیاردر هستند، صدها میلیارد دارن. این از کجا پدید میاد؟ شما مزدها رو درآمدها رو کنترل میکنید و به اینا حقوقهای به اصطلاح نجومی میپردازید. در نتیجه یک مهندسی طبقاتی در جامعه شکل میگیره، شکلگیری طبقات جامعه دگرگون میشه. سپاسگزارم آقای دکتر منصور عزیز. آقای دکتر درویش‌پور، 3 دقیقه کمتر وقت داریم. به وجود نیامدن یک آلترناتیو عملی در برابر جمهوری اسلامی چقدر محصول فروپاشی طبقه متوسط؟ ببینید، من 2 نکته کوتاه راجع به این طبقه متوسط اشاره کنم. یکی اینکه نگرانی های ضد آرمانی هم در طبقه متوسط در محافظه‌کاری سیاسیش حتی نقش ایفا می‌کنه، اینکه به سادگی حتی روی به یک انقلاب نمیاره. منظور از نگرانی‌های ضد آرمانی اینه که اگر در انقلاب 57 سکت فعال شرکت کنه و دید یک همچین فاجعه‌ای ایجاد شد، امروز گرچه از حکومت اسلامی بیزاره ولی به سادگی من به اصطلاح یک انقلاب دیگر نمیده، به خاطر اینکه جنگ داخلی نشه، هرج و مرج نشه، وضعیت بدتری نشه. این نگرانی حکومت هم تبلیغ میکنه، تجربه های منطقه هم نمونه های از این مسئله رو به دست داده. بنابراین خود نگرانی های ضد آرمانی ایفای نقش میکنه. اون مهندسی فقر هم که جناب منصور اشاره کردن، بخشی از طبقه متوسط رو در واقع به حاشیه رانده، بخشیش رو اتفاقا وابسته به حکومت کرده که خود اونها هم خیلی به اصطلاح فعال نیستن در این مبارزات برای تغییر کل این نظام. اما این وضعیت تجزیه شدن طبقه متوسط، این موقعیت در واقع فقدان یک طبقه متوسط مستقل قدرتمند شهری که امروز باش روبرو هستیم، خود این میتونه مانع از اون بشه که در واقع یک آلترناتیو سیاسی شکل بگیره. آلترناتیو سیاسی در جامعه ایران اگر شکل بگیره طبیعتاً متکثر جنبش زنان، کارگری، اتنیک و غیره است، اما بیشک نقش طبقه متوسط به گمان من در اون تعیین کننده است. بنابراین خود تضعیف موقعیت طبقه متوسط مدرن شهری، امر شکل بخشیدن به یک بدیل دموکراتیک از درون جامعه رو با سختی روبرو کرده، با دشواری روبرو کرده و به گمان من بخشی از سیاست آگاهانه حکومت برای جلوگیری از در واقع شکل گرفتن یک آلترناتیو از درون دقیقا به این دلیل صورت گرفته، چون آلترناتیو از خارج رو میدونن که آنقدر جدی نیست و اعتراضات هم اگر بدون آلترناتیو باشه، هر چقدر هم تکان دهنده باشه، الزاما به تغییر نظام منجر نمیشه. بنابراین حالا نقش طبقه متوسط در این مسئله تعیین کننده است، در اینکه بتونه یک آلترناتیو دموکراتیک به ایران شکل بده. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مرتضی درویش‌پور و آقای دکتر حسن منصور که امشب در این بحث شرکت کردیم. خب خیلی بحث متبلی است و میتوان باز ادامه داد. قربونتون برم. بریم پرده آخر. اینایی که با جن مرتبط شدن، حالا یا از راه پیچیده نحوه یا از راه ارتکاب گناه، پس دو راه هست. یه راه پیچیده خاص و فنیه که یه علم فن خاصی داره و اون رو تیه کرد طرف برسه، که نوعا افراد میرن و در بس در خدمت جن واقع میشن و جن مسلط میشه به وجودشون و دیگه نمیتونن از سیطره بیان بیرون. انسان هایی رفتن خودشون اسیر جن کردن، جن شیطان، و دیگه از سیطره اونها آزاد نمیشن و درب جهنم طور قطعی براشون باز شده. اگر هم تخلف کنن از اوامر جن، تو حد کشت اینا رو میزنه. عجب. بله. شب و روزگار خوش. عجب.